درود میفرستم به بینندگان تلویزیون شادی. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. سمی هستم، یک سه شنبه دیگه اومدم خدمتتون به خونه هاتون و ممنونم که این چنل رو نگاه میکنین، به برنامه ما توجه میکنین و ما در این برنامه ها سعی میکنیم که برای شما خبر خوش نجات رو بیاریم، همجور که من نجات پیدا کردم. تمام عزیزانی که تو این برنامه به این برنامه توجه میکنن، امیدوارم که تو زندگی هاشون اول برکت روحانی باشه، قلبشون لمس بشه با برنامه ما، وجودشون پر از شادی باشه، چون خداوند خدای شادیه. ما به کریسمس داریم نزدیک میشیم و روز کریسمس رو همه جا دارن جشن میگیرن و جالبه که تنها جشنیه که از هر جای دنیا که باشی، از هر قوم و ملیتی که باشی، با هر زبونی که صحبت میکنی، درخت کریسمس رو تو خونت میذاری، اورنمنت ها رو میذاری، تزیینش میکنی. و این واقعا برای من همیشه جالب بوده که چرا موقع کریسمس که میشه هیچ کس فکر نمیکنه چه دینی داره، به چی فکر میکنه، از کدام کشوره، با چه زبونی صحبت میکنه، برای به همه میخواد هدیه بده، همه همدیگر رو بغل میکنن، میبوسن. خونه ها، ما عید نوروز خودمون، خونه هامون رو خونه تکونی میکنیم، جشن میگیریم، به استقبال جشنی میریم که نمونه از فرهنگ ماست و بهش اعتقاد داریم. ولی وقتی کریسمس میشه دیگه هیچ کس فکر نمیکنه که ایرانیه، از هند، از پاکستان، از آمریکاست. همه رخت کریسمس رو میذارن، خونه هاشون رو چراغونی میکنن. و من فهمیدم بعد از نجاتم که هیچ کسی بالاتر از خود خداوند نیست، هیچ کس بالاتر از عیسی مسیح زنده نیست و همه دقیقا میدونن که به استقبال خداوندی میرن که خلقشون کرده، پدرشون دوستشون داره. گرچه من 5 سال ایمان آوردم با خواب عیسی مسیح و الان معنی کریسمس رو با تمام پوست و استخونم لمس میکنم، ولی با این همه توی تمام سالهای زندگی که توی این کشور در آمریکا زندگی کردم، همیشه کریسمس رو دوست داشتم و همیشه درخت کریسمس رو گذاشتم و پیشاپیش خداوند داشت منو آماده میکرد برای همچین روزی که از طریق این دوربین به شما کریسمس رو تبریک بگم، براتون آرزوی شادی بکنم. نقشه های خداوند واقعا کامله، چون خداوند کاملیه. عیسی مسیح خداوند زنده است که جسم انسان پوشیده بر روی زمین اومده، بعد از 3 روز قیام کرده، جونشو برای من و شما داده و بعد از 3 روز قیام کرده تا به من و شما بگه در عیسی مسیح حیات تازه هست. امیدوارم این کریسمس کریسمسی باشه که واقعا عیسی مسیحی که پشت در قلب تک تک شما ایستاده و در میزنه، در قلباتون رو باز کنین، بهش خوش آمد بگین، در از به خداوند زنده خوش آمد بگین تو زندگیاتون. امیدوارم با این برنامه که من اجرا میکنم تا انتهای برنامه با من باشین، چون تو این برنامه من با عزیزانی که در کلیسا هستن، از بچه های کلیسامون استفاده کردم، مصاحبه کردم. در اصل میخواستم ببینم عقیدهشون راجع به اون عشقی که برای کریسمس دارن چیه، چرا کریسمس رو دوست دارن. شما بیننده عزیزی که برنامه منو ببینی، چرا کریسمس رو دوست داری؟ چرا اون درخت رو میای تزیین میکنی، خونت رو تزیین میکنی؟ آیا هیچ وقت فکر کردی که تو خونت رو داری آماده میکنی برای اومدن خداوند تو زندگیت، توی خانوادت؟ اونی که ازدواج نکرده کریسمس رو جشن میگیره که همسر مناسب داشته باشه تا خونش رو با همسرش و فرزندانی که خداوند بهش میده جشن بگیره. اونی که مسئله مالی داره تزیین میکنه خونش رو، با اون نداری، بالاخره یه درخت کریسمس هم کوچیکم شده میاره آماده میکنه، تزیین میکنه.
چون میدونه خداوند خدای برکته. من در این برنامه خواستم که چند قسمت از کلام خداوند رو بیارم بخونم و به شما بگم که خداوند از موقعی که زمین و آسمون را آفرید، برای اومدن خودش روی زمین آفرید، برای من و شما آفرید که ما چهره خداوند هستیم. خداوند ما رو مثل خودش آفرید، پاک آفرید. برنامه رو با یه قسمت از لوقا شروع می کنم. مژده تولد عیسی. لوقا 1:26 هست، میگه در ششمین ماه بارداری الیزابت، الیزابت مادر یحیاس، یحیای پیامبر، که سن بالایی داشت و فکر میکرد هرگز بچه دار نمیشه و خداوند بهش پسری داد به اسم یحیی، که یحیی میمد و از نان و شیر و عسل میخورد و لباسی از پشم شتر میپوشید و در خیابونها در کوچه ها داد میزد راه را هموار کنید، خداوند میآید. در ششمین ماه بارداری الیزابت، خدا فرشته خود جبرئیل را به ناصره، یکی از شهرهای استان جلیل، فرستاد تا وحی او را به دختری به نام مریم برساند. مریم نامزادی داشت به نام یوسف از نسل داوود پادشاه. جبرئیل به مریم ظاهر شد و گفت سلام بر تو ای دختری که مورد لطف پروردگار قرار گرفته ای، خداوند با توست. مریم سخت پریشان و متحیر شد، چون نمیتوانست بفهمد منظور فرشته از این سخنان چیست. فرشته به او گفت ای مریم نترس، زیرا خدا بر تو نظر لطف انداخته است. تو به زودی باردار شده پسری به دنیا خواهی آورد و نامش را عیسی خواهی نهاد. او مردی بزرگ خواهد بود و پسر خدا نامیده خواهد شد و خداوند تخت سلطنت جدش داوود را به او واگذار خواهد کرد تا برای همیشه بر قوم اسرائیل سلطنت کند. سلطنت او هرگز پایان نخواهد یافت. مریم از فرشته پرسید اما چگونه چیزی امکان دارد؟ دست هیچ مردی هرگز به من نرسیده است. فرشته جواب داد روح القدس بر تو نازل خواهد شد و قدرت خدا بر تو سایه خواهد افکند. از این رو آن نوزاد مقدس بوده، فرزند خدا خوانده خواهد شد. بدان که خویشاوند تو الیزابت نیز 6 ماه پیش در سن پیری باردار شده و به زودی پسری به دنیا خواهد آورد، ولی همان کسی که همه او را نازا می‌خواندند، زیرا برای خدا هیچ کاری محال نیست. مریم گفت من خدمتگزار خداوند هستم و هرچه او بخواهد با کمال میل انجام میدهم. از خدا میخواهم که هرچه گفتی همان بشود. هیچ کاری محال نیست. آنگاه فرشته ناپدید شد. پس از چند روز مریم تدارک سفر دید و شتابان نزد الیزابت رفت که با همسرش زکریا در یکی از شهرهای واقع در منطقه کوهستان یهودیه زندگی میکرد. مریم وارد خانه شد و سلام کرد. به محض اینکه صدای سلام مریم به گوش الیزابت رسید، بچه در رحم او به حرکت درآمد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند به مریم گفت خدا تو را پیش از همه زنان دیگر مورد لطف قرار داده است. فرزندت نیز سرچشمه برکت برای انسانها خواهد بود. چه افتخار بزرگی است برای من که مادر خداوندم به دیدنم می آید. وقتی وارد شدی و به من سلام کردی، به محض اینکه صدایت را شنیدم، بچه از شادی در رحم من به حرکت در آمد. خوشا به حال تو، زیرا ایمان آوردی که هرچه خدا به تو گفته است به انجام خواهد رسید. مریم گفت خداوند را با تمام وجود ستایش می کنم و روح من به سبب نجات دهنده ام خدا شاد و مسرور می گردد، چون او من ناچیز را مورد عنایت قرار داده است. از این پس همه نسل ها
مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا خدای قادر و قدوس در حق من کارهای بس بزرگ کرده است. لطف و رحمت او نسل در اندر نسل شامل حال آنانی می شود که از او می ترسند. او دست خود را با قدرت دراز کرده و متکبران را همراه نقشه هایشان پراکنده ساخته است. سلاطین را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با نعمتهای خود سیر کرده، اما ثروتمندان را تهی دست روانه نموده است. او رحمت خود را به اجداد من وعده داده بود، به یاد آورده و به یاری قوم خود اسرائیل در آمده است. بلی، او وعده ابدی خود را که به ابراهیم و فرزندان او داده بود به یاد آورده است. مریم حدود 3 ماه نزد الیزابت ماند، سپس به خانه خود برگشت. عزیزان من، کریسمس گرچه جشنیه که همه دنیا به استقبالش میرن، در اصل جشن آمدن خداوند بر روی زمینه. میخوام به این ویدیو توجه بکنین و من برمیگردم و با شما خواهم بود. سلام بینندگان عزیز، ما برای برنامه کریسمسمون، برای برنامه چه خبر، من چند تا از بچه های کلیسامون رو جمع کردم، از عزیزانی که آینده کلیسای پرستندگان مسیحی هستن. راجع به کریسمس این برنامه برای سلبریشن و جشن آمدن خداوند به روی زمینه. اولین کسی رو که من خواستم باش مصاحبه بکنم لیان عزیزمه. لیان پسر آلانوش عزیزم و روبرت عزیزم که دوتاشون از خادمای از کلیسامون هستن هست، و سوال من از تک تکشون خواهد بود که چرا کریسمس رو دوست دارن. اوکی لیان، تنکی فور expecting Christmas as something that you love. Thank you for coming to my show. And this show is all about everything happening around us. And my question is from you is that why you love Christmas? Well, I love Christmas because it's the time when you could gather around with your family and ancestors and pray. And the most favorite thing about it is that it was Jesus' birthday when it was Christmas. Oh, thank you, Leon. I love you. Thank you so much. Hi, honey. Hi. Good to see you again. Good to see you too. Is the first time you're coming to? Second time? Yeah. One was in Thanksgiving. Oh, how blessed you are to have you guys here. And this is Christmas. So my question is, tell everyone why you love Christmas. I love Christmas because it's Jesus' birthday and we get to spend time with our family and open gifts and be happy and we have Jesus in our lives and because we love Jesus. Oh, thank you so much. Yeah, I love you. Okay, Ashia John. Ashia is Fahime and Reza John's son. And this is the first time he accept my invitation to come to our program for Christmas, in my program for Christmas. I thank you. Thank you so much. And I want to ask you why you love Christmas. I love Christmas is because it's Jesus' birthday and we all celebrate it because Jesus is the Son of God and he brought joy to our world. And also, we get gifts so we can be happy and spend time with our family. And that's why I love Christmas. Oh, thank you. Thank you, Ashia Jan. So, Arjun, دختر کشیش رسول اعظم هستن. The youngest one. دومین باره که تو برنامه ما دارن میان. و بچه هایی که من امروز مصاحبه باشون میکنم، بچه های هستن که برنامه گذاران آینده بچه های دیگه کلیسا هستن و ما شاهد موفقیت هاشون خواهیم بود در نام عیسی مسیح. از سارجو خواهش کردم با این برنامه سختش و مدرسهش و با برنامه بچه ها کار کردن که مسئوله و خیلی با عشق و علاقه این برنامه این کارا رو انجام میده، ازش خواستم بیاد این دفعه هم لطف کنه بیاد با من کنار من وایسه و راجع به این که عقیدهش راجع به کریسمس چیه
چرا دوست داری؟ Why you love Christmas? Well, Christmas to me is one of my favorite like holidays. I love Christmas so much. One reason is because it's Jesus's birthday. Like that is so amazing. And another thing is I get to spend time with my family, which I can't really spend time a lot. So I love it. That's I love Christmas. That's why I love it. And you're gonna get gifts, a lot of gifts. I don't know how many gifts I'm gonna get, but I'm sure all the girls and boys they're gonna get a lot of gifts. And I thank you for thank you. You and the other girls that they came today, and the boys are coming in my program. I cannot thank you enough because you have a beautiful heart. Thank you. And anytime I ask you, you come in with all your heart and joy and make me happy. Thank you. Thank you, my love. What you love about Christmas? I think I love that spending time with your family and gathering with your friends and family and celebrating Jesus' birthday and opening gifts and Are you ready to get many gifts this year? Yeah? Oh, thank you. Thank you so much, honey, for coming. بینندگان عزیز به انتهای برنامه‌ام نزدیک شدم. امیدوارم که کریسمس بر تک تک شما عزیزان مبارک باشه. ممنونم که به این برنامه توجه میکنین. منتظر پیشنهاداتتون برای این برنامه هستم. اگر تبلیغی دارین میخواین راجع به بیزنستون هست، خوشحال میشم که تو این برنامه ازش استفاده بکنم و برکت میخوام برای تک تک عزیزان. و همینطور امیدوارم که سال جدیدی که میاد سالی پر از شادی، سلامتی، برکت زمینی و آسمونی باشه برای تک تک شما. ایمان دارم که خداوند برای آوردن ما بر روی این زمین نقشش بوده و برای جلال نام خودش بوده. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین، فارسی زبان هستین، از هر کشوری که هستین، بدونین که شما هم فرزند خداوند هستین. خداوند شما رو دوست داره، عاشقتونه و برای زندگیاتون برنامه داره. میخوام قلباتون رو باز کنین و وجودتون رو به دست خداوند بدین، بهش اطمینان بکنین. من داشتم با دخترم صحبت میکردم و بهش گفتم که هر اتفاقی بیفته من تمام توکلم به خدایی هست که اون دختر رو به من داده، تو رو دختر من کرده. و هر حال در انتهای برنامه میخوام از همه عزیزان تشکر کنم. ممنونم برای توجهتون. روزاتون پر از شادی، شباتون پر از محبت و عشق باشه. تا برنامه آینده به شما روز بخیر میگم. خدا نگهدار.